چند روز دیگه سال 95 با همه خبرهای خوب و ناگوارش به پایان میرسه و خاطرات تلخ و شیرین امسال به جا میمونه. در کنار خاطرات شاد و غمگین امسال، فقدان عزیزانی که دیگه در کنار ما نیستن سنگینه. امسال انسانهای بزرگی دنیای فانی رو ترک کردن و به دیار باقی شتافتن. خانواده ورزش در سال 95 چند چهره معروف و مشهور خودش رو از دست داد. عزیزانی که بزرگان ما در ورزش بودن. روزهای پایانی فروردین امسال بود که خبری جامعه فوتبال رو بهت زده کرد. اون خبر در گذشت مهرداد اولادی بود. میتونم بگم یک عاشق فوتبال بود. بازیکنی که 31 بهار از عمرش گذشته بود و سابقه بازی در تیم‌های پرسپولیس، شباب امارات، نفت تهران، استقلال تهران و ملوان بندر انزلی رو در کارنامه داشت. به عنوان ورزشکار پیراهن ملی ما رو پوشید، به فوتبال ما خدمت کرد. اما اتفاق ناگوار دیگری هم در بازی‌های پارالمپیک برزیل روی داد. بهمن گلبار نژاد، دوچرخه سوار جانباز ایرانی، در بازی‌های پارالمپیک دچار سانحه شد و جانش را از دست داد. به مردم عزیزم قول میدم تمام سعی تلاشم. گلبار نژاد در رشته‌های کشتی، وزنه‌برداری و دوچرخه سواری فعالیت می‌کرد و حتی مدال آورم بود. 14 آبان هم منصور پورحیدری از میان ما رفت. من استقلال یتیم شد. یاور استقلال بود. مرد با اخلاق فوتبال ایران و کسی که سالها با تیم ملی و باشگاه استقلال افتخار کسب کرده بود. دی امسال هم کاپیتان پرسپولیسی ها رخت از جهان فرو بست و به دیار باقی شتافت. دوران ورزشی دوران افتخاری مدت کوتاهیه که در هر صورت برای هر کسی میاد و میره. یکی همون شاگردای خوب من بود که هیچ زمانی برای ما آشه نداشت. امیدوارم که روح شاد بازیکنه با شخصیتی بود و خیلی هم خوبم بازی میکرد. منتها گمنام اومد و گمنام رفتش. خبر درگذشت کاظم سیدعلی خانی جامعه فوتبال و به ویژه پرسپولیسی ها رو در سوگ فرو برد. اواخر بهمن هم عباس نواصرزاده، یکی از پیشکسوتان فوتبال خوزستان، درگذشت. آقای نواصرزاده از نظر اخلاق و از نظر بازی خیلی آرام و ساکت و بی‌حاشیه بود. مرحوم نواصرزاده از خوزستان پا به توپ شد و با وجود کم سن و سال بودنش کاپیتان تیم منتخب خوزستان شد و در کنار بازیکنانی چون حسن نظری و ابراهیم قاسمپور بازی کرد و بکن‌باهر ایران لقب گرفت. نمیتونم بگم فقط یه پیشکسوت بزرگ، از هر جهت پدری میکرد. زحمات زیادی واسه من کشید. هیچ موقع زحمات ایشون رو من فراموش نمیکنم. روحشون شاد و قرین رحمت باد.